اگه یک هفته بیش از 100 تا تخم مرغ بخوریم چه اتفاقی برای بدنمون میفته؟ نگران نباش، توی این ویدیو این کارو انجام میدم. 7 روز روزی 15 تا تخم مرغ میخورم، ببینم توانایی ورزشیم بهتر میشه، بدنم قشنگتر میشه یا نه. وقتی صحبت از بدنسازی که میشه، هر بدنسازی میگه تو باید کلی تخم مرغ بخوری. میدونم در مورد این که مثلا چه استرویدی بزنید یا نابل چی مصرف میکنن و اینا بهتون توضیح نمیدن، ولی در مورد این که دقیقاً تخم مرغ رو کی بخوری و کی نخوری 100 تا مقاله و اینا هست در موردش. داستان اینجاست که ولی من میخوام اونا رو نه نهی بکنم نه تایید بکنم، به خاطر همین توی این ویدیو آزمایش میکنیم به صورت تجربی که اگر روزی 15 تا تخم مرغ مثلا بخوریم، آیا میتونیم پروتئین نیاز بدنمون رو جذب کنیم؟ میتونه توی بدنسازی به ما کمک بکنه یا نه؟ ولی قبلش میدونید به چی نیاز داریم؟ در این هوای بسیار زیبای بهاری به سمت فروشگاه حرکت میکنیم. من یه چند تا جوه پرک برداشتم، یه چند تا موز نیاز داریم. خب بالاخره خریدم باید کلن انجام بدم دیگه. چیزی که از همه مهمتر اصلا براش اومدیم خرید چی هستش؟ تخم مرغ که حتما باید برداریم، وگرنه دیگه کلن چالش به فنا میره. یه سری مرغ برمیدارم، جیگر مرغم برمیدارم چون من خیلی علاقه دارم، بعضی اوقات میخورم. مورد بعدی که بهش نیاز داریم نون هستش، که میبینید اینجا دستگاهایی هستش که نونو میذاره داخلش، خودش میبره دیگه راحتیم. ولی من این دستگاه ها رو میبینم بچه ها، همیشه میگم که کاش میتونستم هندونه خرید کنم بذارم داخلش شیک و مجلسی ببره، ولی میدونم اگه این کارو بکنم میگیرنم میندازنم بیرون. در نظر این کارو نمیکنیم. بیشتر از این نمیخوام که دیگه خرید و طولش بدم. میدونید دیگه، یه سری اقلامو ور میداریم و ادامه. خب بچه ها خرید تموم شد، 84 و 80 سنت شد، خیلی مفت شد برای این چیزایی که خریدم. خب من قشنگ بلدم چی بخرم بچه ها، پولمو الکی خرج نمی کنم، شما پولتون رو الکی خرج نکنید. حالا باید پک کنیم و بریم خونه، چالش رو ادامه بدیم. داشتم ارزش غذایی تخم مرغ رو میخوندم، دیدم که نوشته حدوداً اگه یه تخم مرغ متوسط رو ما در نظر بگیریم حدود 60 گرم اگه باشه 96 کیلو کالری داره، که چیز خیلی خوبی هستش، و حدوداً 70 درصدش آب هستش، 13 درصدش پروتئین هستش، که این پروتئینش اکثرا توی سفیدشه ولی توی زردش هم یکم وجود داره، 11 درصدش چربی هستش و کربوهیدرات خیلی کمی داره، حدوداً 1 گرم. من اگه همه این بسته رو بخورم میشه 112.5 گرم پروتئین که روزانه میتونم به بدنم برسونم. یه نکته دیگه هم قبل شروع چالش بگم بچه ها، من هر روز معمولا بدنسازی میکنم، دو هفته یه بار یه روز استراحت دارم. حالا من اکثرا دو روز تمرین میکنم ولی یه روزش بدنسازیه که معمولا هم تمرین با وزن بدن و کالیستنیکس حساب میشه. اینم گفته باشم که بدونید مثلا چه مدلی تمرین میکنم من، و اینکه سایزامو الان میگیرم، سایز دور بازو، دور شکم و دور سرشونهامو میگیرم سایزشو و وزنمو میکشم که ببینم آخر چالش بتونیم قشنگ با هم دیگه مقایسه کنیم، یه دیتایی داشته باشیم که خوب با هم بتونیم مقایسه کنیم. خب بچه ها وزنم رو کشیدم، 83 کیلو هم، من معمولا 85 کیلو هم، ولی ماه پیش 2 کیلو کم کردم خدا رو شکر. بریم سر اندازه ها، از روی ناف دقیقا میگیریم که بعدا یادمون باشه. 85، دور شونه 128، دور بازوم هم 41 کنیم. خب غذای روز اولم که چیزی زیاد خاصی نیست، همین همه تخم مرغا رو میزنیم توی ظرف، یه ذره هم میزنیم، نمک و فلفل و ادویه و یه ذره سبزیجات خشک و میریزیم توی مایتابه، این ورش پخت برش میگردونیم اون ورش هم بپزه، بریم برای خوردنش. به مرحله سخت کار میرسیم که خوردن این 15 تا تخم مرغ توی یه وعده غذاییه که من حقیقتش خیلی اوقات نمیتونم، و همونطور که میبینید الکی هم کلمو تکون میدم که مثلا خیلی خوشمزه شده شما که نمیدونید، و همونطور که در ادامه میبینید دیگه من باید خودم هر طور شده تا پایان این چالش و تا پایان این پرس همه رو تموم کنم. روز دوم هم که تخم مرغ آب پز داریم، باز همونطور که میبینید باید کل این 15 تا تخم مرغ رو توی یه وعده غذایی برم بالا. برای من همونطور که گفتم کار زیاد ساده ای نیست چون من معمولا خیلی نمیخورم، سعی میکنم وعده هامو تفکیک کنم، وعده های بیشتری بخورم کمتر، ولی مجبورم که اینجا توی این ویدیو توی این چالش همشو یه جا بخورم دیگه، نمیخوام که این وعده ها رو تفکیک کنم چون خودش هم همین برای من چالش حساب میشه دیگه. روز
روز سوم چالش هست. روز سوم میخوام دوباره یه چالش، انگار یه فولدر جدید تو فولدر قبلیه باز میکنم، میخوام یه چالش دیگه برای خودم انجام بدم. از یه چیزی که خیلی متنفرم و مثلا همیشه نگاه میکردم میگفتم چه چیزی زایه‌ایه، اینه که تخم مرغ خام بخوری، اینجا قورت میدن. یعنی اصلا هیچ جوره نمیتونم تصور کنم. تا حالا هم تو عمرم هیچ وقت این حرکت رو امتحان نکردم چون بدم میاد دیگه. ولی امروز به عشق شما میخوام این حرکت رو انجام بدم. امیدوارم که پشیمون نشم از کارم. بچه‌ها راستی توی کامنت ها بنویسید تا حالا تخم مرغ خام خوردید یا نه. ولی حالا برم الان میخوام با یه دونه آزمایش کنم. امیدوارم که بدونم حداقل یه دونه رو قورت بدم. اگه شد، اگه دیدم، میخوام همش رو قورت بدم. این هدف پایانیمه. خب نمیدونم باید نمک بزنی نزنی، همین جوری بری بالا، بو گن نمیده، همین جوری میریم بالا دیگه. همچین بدم نبود، یعنی یه جورایی حالت نمکی مانند داشت، اگه بخوام براتون توضیح بدم. و حالا ببینم میتونم هر 15 تا رو خام بخورم. کاش یه دونه یه دونه میخوردم، اشتباه کردم. قشنگ، چقدر خوشمزه، چقدر زیبا. یعنی من باید کل اینو الان سر بکشم با اینکه متنفرم. اونطور که میبینید همش رو شکوندم اینجا. میریم یه 20 دقیقه تمرکز میکنیم بعد برمیگرد. من این زن نمک همینجوری میزنم توش. نمیدونم اصلا باید این کار رو بکنی یا نه. واقعا پشیمونم هستی. واقعا از این کار پشیمونم. نمک، نمک بزن. بچه ها تو رو خدا لایک کنید حداقل. من فقط به عشق شما این کار رو انجام دادم و بینه هیچ وقت عمرم یه همیشه کاری نمی کردم. راستی اینم بگم، دو روز گذشته حقیقتش فکر میکردم که یه نفخ شکمی بگیرم، یه جورایی بد باشه حالم، ولی اصلا اینطوری نبود. یعنی تقریبا میتونم بگم که چیز بدی نبود. یعنی اون حس میکردم که مثلا الان دلم به هم بریزه، یا مثلا نتونم دیگه تمرین کنم، یا مثلا کل روز دل پیچه بگیرم چون دو روز پشت سرم مثلا 15 تا تخم بخوریم، ولی اصلا یه چیزی نبود. میخوام بگم که تا الان خیلی خوب پیش رفت به جز الان، ولی چیز زیاد بدی نبود. یعنی اونجوری که فکر میکردم مثلا یهو دلم پیچ بره و یا یه اتفاقی برام بیفته از نظر مثلا هضم شدنش، اصلا یه چیزی نبود، خیلی ریلکس انجام شد. میتونم بگم که دیگه هیچ وقت عمرم یه همچین کاری انجام نمیدم. بچه ها تموم شد، حال نداد و اصلا خوشمزه نبود و میتونم بگم که زجر کشیدم تا اینکه تموم شد. دیگه منوالم که دیگه آشنا شدید تا اینجا. از اینجا بعد چالش مهمترین نکته استمرار کاره که ناامید نشیم و چالش رو ادامه بدیم. 15 تا تخم مرغ برو بالا، مثل غذای روز چهارم که مثلا میبینید نیمرو هستش. غذای روز پنجم هم که همون مثل غذای روز اول، فقط یه ذره قارچ این دفعه بهش اضافه کردم که یه ذره تنوع وجود داشته باشه. و غذای روز ششم هم دوباره تخم مرغ آب پس هستش، این دفعه دیگه همین یهویی میرم بالا دیگه. خب اینجا هم یه ویدیوی مقایسه میبینید از روز اول و پایان چالش. لطفاً توی کامنت ها بنویسید آیا شما تغییری حس میکنید، تغییری میبینید توی ساختار بدنی من، آیا چیزی شما مثلا میتونید تشخیص بدید که مثلا یه تغییری اتفاق افتاده یا نه. خب بریم سر اندازه گیری ها. اندازه دور شکم و ارون ناف گرفتیم روز اول. بله همون 85 که بود مونده، هیچ تغییری نکرده. البته یه هفته قطعاً چیز زیادی نیست. دور شونه حدود 129، حدود 1 سان تغییر کرده. 3 میلم جلو بازون تغییر کرده، نزدیک 42 شده. و خب قطعا یه هفته از همونطور که گفتم نمیشه فهمید، ولی حس میکنم که یه تغییراتی کردم و از نظر بدنی یه ذره
بهتر به نظر میرسه، از نظر خودم قطعا. رسیدیم به روز آخر، خوشبختانه چالش تموم شد. خوشبختانه برای اینش میگم که یه ذره برای من سنگین بود دوستان، با اینکه من فقط این 15 تا تخم مرغ رو حالا جایگزین چیزای دیگه کردم توی رژیمم، یعنی توی اون چیزی که روزانه مصرف میکردم، با این حال حدود 700-800 گرم وزن کم کردم، با اینکه ورزشم یکی بود و همه چیز یکی بود دیگه، فقط اینو جایگزین چیزای دیگه کردم، یعنی اضافه بر سازمان، اضافه بر رژیم غذایی نخوردم، چون کالری زیادی هم داره دیگه، نمیشه همه اینو که بالاخره بسوزونی، ولی با این حال وزن کم کردم. اگر کسی دلیلشو میدونه حتما توی کامنت ها بنویسه، من دلیلشو میدونم ولی میخوام ببینم کسی بلده، چون ساده نیست دلیلش. نتیجه بعدی که میتونم ازش بگیرم این هستش که من حقیقتا برای خودم 15 تا فکر میکنم زیاده در طول روز، چون همشو نمیتونم توی یه وعده بخورم، یا باید وعده هامو اسپلیت کنم، یعنی دو تا وعده مثلا بخورم، یا اینکه من چیزی که برای خودم از این هفته نتیجه گیری کردم این هستش که من اگه 10 تا روزانه بخورم چیز خوبی، یعنی سویت اسپات من حساب میشه، چی میگن وسط خوبی حساب میشه که من میتونم منیج کنم که بخورمش و یه جورایی هم که بدم نیاد، چون واقعا الان دیگه تا چند روز فکر کنم تخم مرغ ببینم دیگه کلن، اگه تخم مرغ سمت چپ وایساده باشه من میرم سمت راست، در این حد بهتون بگم. و اینکه حالا اینجوری بود دیگه، ولی فکر کنم 10 تا برای من کافی باشه. نتیجه بعدی که گرفتم دوستان این بود که یه جورایی حس میکنم یه رگایی اومده بیرون که نبود قبلا، همونطور که گفتم تمرین من همون تمرینی بود که همیشه انجام دادم و یه جورایی سرحالتر بودم در طول روز. نمیدونم دلیلش چی هستش، اینو خودم هم نمیدونم، باز اگه کسی میدونه توی کامنت ها بنویسه، ولی واقعا حسی که داشتم نسبت به این بود. البته جدیدن اینجا هم داره تابستون میشه، بهار، خب اینا میتونه یه جورایی تاثیرگذار باشه، یعنی خیلی عوامل دیگه هم هست، ولی عوامل رژیمی و غذایی من همه چیش یه مثل قبل بوده. و اگه به شما بخوام یه توصیه بکنم این هستش که دوستان، تخم مرغ یه منبع پروتئینی خیلی خوب هستش، در دسترس همه هستش، بقالی سر کوچه رو داره، و حتما یه هفته مثل من این کار رو انجام بدید، امتحان بکنید با هر تعدادی که خودتون میدونید و سعی بکنید بیشتر از یه هفته هم انجام بدید، چیزی باشه که بتونید مثلا یک ماه انجام بدید، مطمئن باشید تغییرش رو میبینید، به خصوص مبتدی ها که تازه رفتن شروع کردن بدنسازی میخوان یه نتیجه‌ای ببینن، خیلی توصیه میکنم. آها راستی اینم بگم، اگر باز چالشی چیزی تو نظر شما هستش دوستان، حتما توی کامنت ها بنویسید، چالش های سخت باشه که منم بتونم انجام بدم، مثلا یه هفته 10 روز، دوست دارم ببینم بازخورد و نظر شما چی هستش. تا برنامه بعدی، خداحافظ.